معاون رئیس جمهوری در امور مجلس اعلام کرد که زمان اجرای هدفمندی یارانه ها معلوم نیست و گفت اظهارات قبلیش تنها در مورد باز کردن حساب یارانه‌ای خانوارهای جامعه بوده است که به معنای مرحله اول اجرای هدفمندی نیست، در حالی که آقای احمدی نژاد میگوید ایران با اجرای درست هدفمند کردن یارانه ها آباد می شود. روزنامه تهران امروز کاهش قدرت خرید را با هدفمند کردن یارانه ها اجتناب ناپذیر می داند و از قول فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نوشته هدفمندسازی یارانه ها قطعا در بیکاری تأثیر دارد. به گفته مهدی تقوی استاد اقتصاد، در اقتصاد ایران تولید و صنعت دچار مشکل است و توان رساندن کالا به مصرف کننده را ندارد. با این وجود سازمان توسعه تجارت ایران از حمایت از صادرکنندگان در پی اجرای هدفمند شدن یارانه ها سخن میگوید. همزمان سعید مرتضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از عدم اجرای احکام جریمه 98% پرونده های قاچاق سال 87 به دلیل ضعف قوانین خبر داد. و وزیر اطلاعات از نام برخی از آقازاده ها در لیست دانه درشت های سیستم بانکی پرده برداشت، در حالی که همچنان برخی منابع خبری داخل کشور از خداحافظی رئیس بانک مرکزی سخن میگویند، مقام بانکی تهران از افزایش حداقل 400 میلیارد تومانی سرمایه بانک ها خبر میدهد. گزارش ها همچنین حکایت از رفع محدودیت های تأسیس 6 بانک خارجی در ایران دارد. تولید نفت ایران در فروردین ماه 21,000 بشکه در روز کاهش یافته. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری کشور در خصوص منابع مشترک نفتی و گازی کشور آن حد نیست که بتواند سالانه 66 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی مورد نیاز این حوزه را در بر گیرد. یکی از مقامات نفتی تهران از آماده شدن ایران برای صدور بنزین سخن گفت. به گفته وزیر نفت 38% از مصوبه اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی عملی شده است. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی را در کنار طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تصویب کرد، در حالی که شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با افت بهای سهام به کار خود پایان داد، شاهد رکوردزنی دلار در بازار تهران بودیم. دلار 1034 تومان معامله شد.